مرحله بسیار طولانی بود و بسیار جذاب، چون تحقیق خیلی زیباست. من تا جایی که میتونستم و دسترسی داشتم در ظرف 2 سال، یعنی از 2002 تا 2004، من متونی که به زندگی حلاج، اشعارش و فلسفه فکریش وابسته بوده، همه اینا رو من سعی کردم همش که غیر ممکنه، ولی تا جایی که تونستم تحقیقاتم رو کردم. بعد از تحقیقاتی که کردم، طبیعتاً به مرحله بعدی کار وارد شدم که مرحله نوشتنش بود و حدود من 1.5 سال 2 سال طول کشید. دو مرتبه منبعت فارسی بود یا انگلیسی بود؟ از هر دو، هم انگلیسی بود هم فارسی. اتفاقا از انگلیسی من منابع بیشتری که پیدا کردم تا فارسی، چون تئاتر به انگلیسی به خاطر میانی سخته در حقیقت. بله، ولی خب در مرحله‌ای که این تحقیق داری میکنی، خب این خودش یک ادوانتیجه که تو دوتا زبانو بلدی. در نتیجه خیلی از منابع به کمک بود که فارسی باشه، که مسئله فهم بود، درک بود و مسئله نبود انگلیسی فارسی. و بعد مرحله بعدی این بود که تمام اینا رو برداری از فیلتر ذهن و روح خودت بگذرونی و تبدیلش بکنی به تئاتر. نتیجه کار اتفاقا جالب بود. من بین 2005 تا 2007 چندین ورکشاپ ازش داشتم. دانشگاه جورج براون قسمت تئاترش من رو دعوت کرد که باشون ورکشاپ داشته باشم. تئاتر ترگان کمک کرد که کار بازبینی بشه با یه سری گروه حرفه‌ای که اونن تمام ورکشاپه، یعنی آزمایش کردن کار متنی که الان ما داریم بارها و بارها نوشته شده و تغییر کرده. صحنه‌هایی رو که نوشتم بعد متوجه شدم به درد نمیخوره، دور ریختم، صحنه‌های جدید آوردم یا چندین صحنه‌ها رو با هم قاطی کردم. یعنی اون پروسه تولید و خلق این نیست که یک نفر مثل خدا اونجا نشسته و یه شبه الان این نمایش رو به وجود میاره. یک پروسه طولانیه که مدام بازبینی میشه. من با همکارام در میون میذارم و جالب بود. پارسال دقیقا میتونم بگم 8 ماه پیش بود که من از همکار کانادایی پیتر فاربریج که با هم چندین نمایش رو ترجمه و آدابت کردیم از زبان فارسی، دعوتش کردم که به عنوان نویسنده وارد بشه، یعنی دوتایمون با همدیگه همکاری بکنیم، چون میدونم که چقدر اون تصوف دوست داره و چقدر اون حلاج رو میشناسه. در نتیجه برای من خیلی مهم بود که یک نگاه غیر ایرانی هم باشه. در نتیجه نوشته در حال حاضر نوشته من و پیتر فاربریجه و ما همین تو ماه ژانویه این کار رو تجربه کردیم به صورت کار داریم. این نمایش در 22 سپتامبر در تئاتر بیشماهی 2009 در بیشماهی رو سهنه باشه. مایکل، could you please tell us that some of the other bands and theaters that going on the Richmondhill? We've got because for sure so many of customers are Iranian. Yes, yes. So please, young generation. We have a series of celebrations that we're doing because of our condensed season. We're not really presenting a full season. We're basically from February through to July. We're going to be doing a series of celebratory events. For example, we have Ryan Dan, Holly Cole, Jim Cuddy, Jesse Cook, the Peking Acrobats are coming in from Beijing. We have Ryoko, we have Cynthia Dale, Jim Cuddy. Did I say Jim Cuddy? He's coming too. He's great. He's an amazing artist. And then we have a number of community events coming in. Opera York is bringing a production of Tosca.